رفا لطف کنیم بفهمه بشینیم. چند تا سخنران داریم که ممکنه در آخر وقت کم باشه و دچار برحال گله و این حرفا بشیم. یه شعری از رفقای داخل ارسال شده برای اینکه ما توی برنامه بخونیم. اینا در واقع خدمتتون ارائه میکنم. بعد از اون از رفیق یدی محمودی از حزب کمونیست کارگری خواهش میکنم که تشریف بیارم و صحبتهای خودشون رو خدمت شما ارائه کنم. زین پس من تو را در تمامی فصلها یاد خواهم کرد، تو را در شکوفه های بهار، تو را در گرمای سوزناک تابستان، تو را در آن پاییز لعنتی، در میان رنگ های زرد برگ ها، در میان باران های بیامان، تو را در لحظه لحظه ابرهای زمستان، در خیابانهای بیروح شهرم، در همه پرشور کودکان، در خنده های شیرینت، در تمامی خاطراتت، تو هستی، تو خود هستی بودی و برایم تمامی نداری، تو در قلب تمامی رفقایت زنده ای، ای بخشنده بی دریغ مهر، تو در لحظه های من جاری. رفیق یدی محمودی. سلام خدمت همه شما و منم تشکر میکنم که امروزتون رو به این برنامه مهم گرامی داشته یاد یکی از مبارزین و تلاشگران جنبش طبقه کارگر اختصاص دادید و به این برنامه یاد بود رفیق کوروش بخشنده تشریف آوردید. صحبت های زیادی شد تا الان، من فقط کوتاه اشاره میکنم که کارگران در مردم در ایران در 37 سال گذشته هممون میدونیم که رژیم جنایت پیشه و قاتل جمهوری اسلامی چه بلای سر مردم آورده، چقدر فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری و فحشا و اعتیاد رو به مردم تحمیل کرده. بیش از 120 هزار نفر از شریفترین انسانهای اون جامعه رو اعدام کرده، زنان نیمی از جامعه رو به وحشیانه ترین شیوه سرکوب کرده و این سهم اکثریت مردم جامعه هستش. اما در این میان فعالینی هستن، کارگرانی هستن، رزمندگانی هستن، انقلابیونی هستن که با وجود این شرایط تحمیل شده آستین بالا میزنن و علیه این نظم میجنگن و جنگیدن و کوروش بخشنده یکی از این رزمندگان بود. کوروش بخشنده در شهر سنندج با تلاش برای متحد کردن کارگران، با تلاش در برگزاری اول ماه مه، روز جهانی زنها و دست در دست هم نهادن کارگران به شخصیتی تبدیل شد که ما دیدیم روز 15 آبان ماه، روز خاکسپاری این رفیق، شهر سنندج سرخ یک بار دیگر سرخ شد و کارگران و مردم انقلابی با وجود تمام توحش جمهوری اسلامی و با وجود ملیتاریزه کردن شهرهای کردستان به خیابون اومدن و مراسم خاکسپاری این رفیق رو همچنان که شایسته بود به مراسم یک انقلابی کمونیست، یک تلاشگر راه آزادی طبقه کارگر تبدیل کردن و با سرود انترناسیونال در غم از دست دادن رفیقشون ننشستن، بلکه با سرود خوندن سرود انترناسیونال تلاش کردن
کارگران رو باز هم برای مبارزه علیه وحوش اسلامی سازمان بدن و به این صورت به نظر من به بهترین وجه نقش یکی از تلاشگران خود رو گرامی داشتن. من هم از طرف حزب کمونیست کارگری ایران به خانواده عزیزش، به مردم سنندج، به همه کارگران ایران و به همه شمایی که اینجا جمع شده تسلیت میگم و یاد کوروش بخشنده عزیز رو با تلاش برای بزیر کشیدن حکومت جانیان اسلامی و برپایی جامعه‌ای که در آن دیگر خبری از فقر و فلاکت و گرانی و بدبختی نباشد گرامی می‌دارید. یادش عزیز و گرامی باد. سپاس از رفیق یدی محمودی. از رفیق مونا خواهش میکنم که تشریف بیارم از طرف حزب کمونیست ایران میم لامیم پیام خودشون رو به حضور شما بخونم. منم سلام میکنم خدمت همگی و یاد رفیق عزیزمون رو گرامی دارم. واقعا مرگ زود هنگام رفیق کوروش بخشنده از فعالین جنبش کارگری و مبارزات انقلابی مردم کردستان همه رو توی یه شوک دیگری وارد کرد، یعنی واقعا یه شوک دیگری به همه وارد کرد. و بعد از بلافاصله بعد از مرگ رفیق شاهرخ زمانی واقعا ضایعه خیلی بزرگی بود برای جنبش کمونیستی و سوسیالیستی ایران. رفیق کوروش بخشنده هیچ وقت دست از مبارزه با رژیم سرمایه‌داری اسلامگرای حاکم در ایران نکشید. وی جسورانه در عرصه‌های مختلف در زمینه‌های کارگر، در زمینه‌های کارگری و در میان مردم مناطق فقیرنشین شهر سنندج فعالیت سیاسی می‌کرد. در محلات قدیمی شهر سنندج کمتر کسی بود که کوروش رو نشناسه و با کوروش در تماس نباشه. به همین علت این رفیق هیچگاه از چشم مأمورین جنایتکار و سازمان اطلاعاتی رژیم بدور نبود. چهرش این مرتجعین رفیق کوروش را هر از گاهی با اتهامایی همچون توطئه و دسیسه علیه جمهوری اسلامی راهی زندان می‌کردند. به همین دلیل بود که انقلابیون و مبارزین و توده‌های مردم شهر سنندج در زیر نگاه مزدوران و ماموران امنیتی جنازه رفیق کوروش را طی مراسم با شکوهی با حمل پرچم‌های سرخ و خواندن سرود انترناسیونال به خاک سپردند. به این ترتیب مراسم خاکسپاری کوروش تبدیل به حرکتی انترناسیونالیستی علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری جهانی شد. با مشاهده این مراسم و شنیدن انترناسیونال است نژاد انسان‌ها به زبان کردی، سخن لوین به خاطر می‌آید که کمونیسم از هر روزنه جامعه بیرون می‌جهد و نشان می‌دهد که آرمان و آرزو و پایه‌های مادی انقلاب کمونیستی موجوده و باید آن را سازمان داد و چنین انقلابی را برای انداخت و به پیروزی رساند. یاد و خاطره رفیق کوروش به هزاران فعال کمونیست و انقلابی که دیگر در میان ما نیستند همواره با ما خواهد بود. آنان زندگی خود را وقف مبارزه در راه سرنگونی جمهوری اسلامی کردند و آرزویشان بنای جامعه‌ای بود که بر اساس استثمار و ستمگری طبقاتی، ملی، مذهبی، جنسیتی و سازمان نیافته باشه و جامعه‌ای سوسیالیستی که فقط میتواند پایگاهی برای انقلاب جهانی و مبارزه برای استقرار جامعه کمونیستی بشریت آزاد در سراسر کره زمین باشد. ما از رفقا، خانواده و تمام کارگران و زحمتکشان و مبارزین کمونیست می‌خوایم که ما هم در غم از دست دادن این رفیق عزیز شریک بدونم. مرگ بر جمهوری اسلامی و پیروز باد انقلاب کمونیستی. حزب کمونیست ایران مارکسیسم لنینیسمی است. با سپاس از رفیق مونا، از رفیق آناهیتا رحمانی خواهش میکنم که از طرف سازمان 8 مارس پیامی دارم به فرمان اینجا. سلام.
سلام میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از رفقایی که برنامه ریز این برنامه بودن. در حال رفقا ما در شرایطی داریم کمونیست های انقلابی و سوسیالیست ها و فعالین جنبش کارگری رو دونه دونه از دست میدیم که همینجور که میبینید جهان در آتش و طغیانی به سر میبره که همین شب گذشته اخباری رو که در هر حال همتون تو جریانش هستیم در یک شهر به نام پاریس که بسیار باید امن باشه بیش از 150 نفر فقط در یک محل به خون کشیده میشن و حمام خون را میفتن. ما در شرایطی داریم در واقع بزرگداشت رفقامون رو اینجا برگزار میکنیم که جهانی رو در واقع داریم توش زندگی میکنیم که از هر گوشش در واقع میبینیم که چجور مبارزه و چجور در واقع نارضایتی در سر بلند میکنه و الان متاسفانه فاجعه اینجاست که در مقابل شرایط فقر و ستم و در واقع استثماری که تو سطح جهان حاکمه هیچ نوع آلترناتیو انقلابی نیست. برای همین هر میبینیم که جریانات مرتجع اسلامگرا میشن آلترناتیو مردم محروم و بهش میپیوندن. یعنی جنبش کمونیستی قایبه و جنبش چپ ایران کماکان چه در داخل ایران چه جنبش کمونیستی جهان نتونسته در حال توی این شرایط قد علم کنه، بلند بشه و بتونه از تمام جنبش های مختلف، جنبش زنان، جنبش های دیگر اجتماعی رو در واقع برای یک انقلاب مهیا بکنه. این فاجعه‌ایه که ما توی شرایط کنونی شاهدش هستیم و هرچی بیشتر ضرورت و اضطرار اوضاع رو به ما مدام داره یادآوری میکنه که دیگه به شیوه سابق نمیشه کار کرد، به شیوه سابق نباید کار کرد. در حال تنها راهی که در واقع این کمونیستا و در واقع فعالین چپ ما همواره به ما یادآوری کردن این هست که فقط با یک جنبش هایی رو باید راه انداخت که برای سرنگونی و برای انقلاب باشه، یک انقلاب سوسیالیستی، یعنی بدیلی که واقعا الان شرایطش هست که به وجود بیاد و قایبه و تنها راه اینه، راه سومی وجود نداره. رفقا جمهوری اسلامی الان تو شرایطی داره میره به پابوس امپریالیستا. همین اخیراً سفر روحانی به پاریس ملغا شد به دلیل وضعیتی که در پاریس به وجود اومد، ولی تمام قراردادهای اسارتبار بسته شده بود، بسته شده و الان در حال داشت در واقع روحانی میرفت که امضای نهایی رو بکنه. این توی تمام کنفرانس‌های خبری مطرح شده که چه برنامه‌هایی برای ایران دارن، برنامه‌های بیشتر به گردونه کشوندن جامعه ایران توی جهان سرمایه‌داری، بیشتر در واقع برنامه ریزی کردن برای فقر و استثمار بیشتر مردم ایران. یعنی این برنامه‌ای که امپریالیستا برای مردم ایران دارن و جمهوری اسلامی هم در حال چه تلاشی داره وسیع میکنه که به عنوان منجی و به عنوان یک نماینده و ژاندارم منطقه در منطقه قدم بکنه و نقش ایفا بکنه و در حال هرچی بیشتر توی این سیستم جا میفته و میدونیم که تمام اینها وغیر از فقر و فلاکت و بدبختی بیشتر برای مردم ایران هیچی نداره و ذره ای هم در هر حال وعده های دموکراسی و دموکراتیک خواهی رو هم در هر حال نمیدن. اینا به خوبی میدونن که آمریکا در حال شرایط خیلی قوی هم نداره که بخواد در حال با جمهوری اسلامی باش از موضع خیلی ضعیف برخورد بکنه. به همین دلیل هم هستش که در حال بدبستون‌هایی داره صورت میگیره و شرایط مردم ایران اگرچه ممکنه خیلی کوتاه مدت یه گشایش هایی به وجود بیاد،
ولی بی برو برگرد به خاطر اینکه اتفاقا کار کرده نئولیبرالیسم اونجا داره بهتر و قوی‌تر عمل میکنه در آینده بدتر خواهد شد. به همین دلیل هم هستش که جنبش‌های اجتماعی باید در همبستگی با هم و رهبری نیروهای کمونیستی به یک رود طغیانی تبدیل بشن که بتونن در حال تبدیل به یه بدیل کمونیستی بشن. جنبش زنان ایران خودش رو بخشی از جنبش سوسیالیستی میدونه. سازمان زنان 8 مارس خودش رو بخشی از یه جنبش سوسیالیستی ایران میدونه و در پیوند با این جنبشه که معتقده که رهایی زنان در واقع متحقق خواهد شد. هیچ راه دیگری نیست، هیچ رفرمی در واقع تو این نظام و تو این رژیم متحقق نخواهد شد، پیاده نخواهد شد و به غیر از فاجعه و خون نصیب مردم ما هیچی نخواهد بود. سرنگون باش جمهوری اسلامی ایران، پیروز باد مبارزات انقلابی مردم ایران، زنده باد راه مبارزه مسلحانه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. سپاس از رفیق آناهیتا رحمانی. در اینجا از طرف کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، از رفیق شجاع ابراهیمی فعال کارگری و عضو کمیته حمایت از شاهرخ زمانی دعوت میکنم که بیان پشت میکروفون و پیام خودشون رو به این مناسبت به حضور شما برسن. رفقا و دوستان، ممنونم از اینکه این بحث در اختیار من و به نمایندگی از کمیته حمایت از شاهرخ گذاشتید. قصد ندارم زیاد وقتتون رو بگیرم و میدونم که بزرگان اینجا هستن که از من بیشتر تجربه دارن و میتونستن اونها اینجا باشن، ولی الان در این شرایطی که ما به سر میبریم سه چهار نکته بسیار حائز اهمیته. اول اینکه گرامی بداریم یاد و خاطره رفیقمون شاهرخ زمانی، رفیقمون کوروش بخشنده و سایر رفقایی که جونشون رو از دست دادن و به خصوص رفیق مبارز زنمون رفیق سبدی آشناگر که بندم افتخار آشنایی با هر و دوستی و رفاقت با هر سه رفقا رو داشتم و از این بابت بسیار خودم مفتخرم. ببینید امروز شرایط جمهوری اسلامی و مثلا دوستان اشاره کردن و شرایط جنبش کارگری را رفقا گفتن، الان در این شرایطی که ما به سر میبریم در این اوضاع احوالی که جنبش کارگری باش دست پنجه نرم میکنه، جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری از بعد بین‌المللیش میگم، یعنی کل نظام سرمایه‌داری دو تا پروژه رو همزمان برای جنبش کارگری و کمونیستی ایران همزمان اجرا کرده. اولی از بین بردن و ترور فعالین سرشناس و به قول سرسخت جنبش کارگریه که ما حتی قبلها، یعنی چند ماه پیش هم که ما خودمون حتی دوستان با رفیق شاهرخ زمانی هم که رابطه داشتن، این امر رو خود رفیق شاهرخ پیش بینی کرده بود. برای مثال شما ببینید چند ماه پیش خامنه ای میاد در جمع یک سری از هواداران رو به اسم دانشجویان میگه باید هر طور شده تفکر مارکسیسم رو سرکوب کرد. بعد از اون علوی وزیر اطلاعات رژیم میاد حمله میکنه و میگه نباید علیه سرمایه‌داری شما حرف بزنید. نمیدونم پارسال هم این حرف رو باز میاد تکرار میکنه و میگه اینجا هر انتقادی میشه کرد توی جمهوری اسلامی منهای انتقاداتی که خط و مشی مارکسیستی و کمونیستی داره. با این شرایط میبینیم که رفیقمون شاهرخ رو همزمان با قتل شاهرخ یک هفته قبلش، دوستان در جریان هستن که شاهرخ به ما اطلاع داد که حتی فعالینی که زندانشون هم تموم نشده بود، این برمیگرده به اون قسمت دوم پروژه جمهوری اسلامی و جزء سبزها و از این آتشخاله‌های سیاسی هوادار اصلاحات و هوادار آمریکا اینا هستن، یه فعال سرشناسشونه که نصف زندانش هم تموم نشده بود و بدون هیچ دلیلی هم آزاد میکنه و الان ما میتونیم مشخص این پازل چطوری، الان اگر وقت داشته باشم در دو سه دقیقه برای شما توضیح میدم. متاسفانه در جنبش کارگری
برای جنبش فنی گفتم یک عاملش که سرکوب و ترور مستقیمه، عامل بعدی که بنیادهای مثل سوروس و جامعه باز که در امریکا هستش و سابقه نفوذ در کل و الان هم همین الان هم که ما صحبت می‌کنیم در کل جمهوری‌های شوروی سابق دفتر و نمایندگی داره، این بنیاد به توسط افرادی چون سازگارا و اینها تیم‌های تخصصی تشکیل دادن، هر روز برنامه می‌ذارن و هر روز از تلویزیون ایران فردا و رادیوها و از زمانه و فرهنگ و نمیدونم کوچه و اینها یک تفکری رو میخوان غالب بکنن به اضافه ارتباطگیری با فعالین جنبش کارگری، که این تفکر فعال کارگری و سوسیالیستی رو به اسم کنشگر، فعال مدنی، حتی نامه‌هایی که از زندان داره میاد بیرون باید شما توجه کنید که مثلا مینویسن در گرامی داشت مثلا کورو میگه آرمانگرا نبود، بله رفیقمون کوروش آرمانگرا بود، آرمانش جامعه انسانی و کمونیسم بوده و اینو نمیشه پاک کرد. منتها ما به عنوان فعالین کمونیست و به ویژه احزاب چپ و کمونیست، سازمان‌های کمونیستی و سازمان‌های که در همبستگی با جنبش‌های در خارج کشور وجود دارن، اینجا ما باید به قولی بشینیم فکر کنیم و یک راه حلی رو پیدا بکنیم که چطور میشه جلوی اینها رو گرفت. در بخش دوم سخنان اگر میتونم بپرسم چند دقیقه وقت دارم؟ در مورد رفیق و کوروش بخشنده دوستان توضیح دادم، منم گفتم افتخار همکاری نزدیک رو داشتم با رفیق و کوروش و کمیته هماهنگی. رفیق و کوروش بخشنده از فعالین شناخته شده و از کسانی بود که الان بحث خانواده اینها شد، برای این جنبش حتی خانوادهش از دست داد، برای این جنبش تمام اون امکانات مالی رو که میتونست داشته باشه در اختیار این جنبش گذاشت. و شما اگر ببینید پشت همه این جلساتی که منجر میشد به یه تحسن یه اعتراض، قطعا حتما یکیشون رفیقمون کوروش بخشنده بوده. و در پایان هم میخوام یاد و خاطره رفیقمون صبری آشناگرم گرامی بدارم، ایشون هم از فعالین شناخته شده شهر سنندج و بنده به عنوان خاطرم بگم در کل مراسمایی که برای جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم چه در شهر سنندج، چه در اطراف، چه در مبارزان که در مبارزه مسلحانه اعضای کمول سازمان کردستان نزد کمونیست جونشون رو از دست داده بودن، در همه این گلگشتای کارگری اینها هم نقش سازماندهی داشت و هم نقش مثل چطور بگم حتی پخت و پز و ایام و ذهاب و اینها رو این رفیقمون به دوش میکشید. من باید دیگه از شما همگی شما تشکر میکنم که این وقت در اختیار من گذاشتید. زنده باد سوسیالیسم، مرگ بر جمهوری اسلامی. سپاس رفیق شجاع. این کلیپی از مراسم خاکسپاری رفیق کوروش هستش که پخش میشه. اما قبل از اون از رفیق فرید پرتوی میخوام خواهش کنم که از طرف صندوق مثل اینکه اطلاعیه‌ای داشتم، شما قبل از اینکه این کلیپ پخش بشه لطف کنین تشریف برین اطلاعیه رو بگین. ضمناً اینکه بین ما رفقای کرد عراقی هستن و کسی که زبان فارسی رو متوجه نشدم، واقعاً کارش نمیشد کرد و عذرخواهی میکنم ازشون. کردی هم بلد نیستم که با کردی بگم که رفقای کرد توضیح بدن. خسته نباشید. دو سه تا در واقع پیام های کوتاه گفته بودن که من خدمتتون برسونم.
قبل از هر چیز بازم یاد رفیقمون کوروش بخشنده رو گرامی می‌دارم و به خاطر در واقع ما جزء رفقا بودیم که جزء کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت شاهرخ بودیم. پنجشنبه شب گذشته جلسه که داشتیم صحبت کردیم که برای جمعه گذشته تقریبا همه ماها مشغول یا توی کشورهای مختلف تظاهرات یا مراسم‌های مختلف در بزرگداشت رفیق جانباختمون شاهرخ زمانی بودیم و بعد الان رفیقمون کوروش بخشنده رو از دست دادیم. اینا جانباختگان جنبش کارگری سوسیالیستی ایران هستن و این صحبتی کردیم که به هر حال ما حتما یاد جانباختگان جنبش کارگری سوسیالیستی ایران رو تحت هر شرایطی گرامی خواهیم داشت و مراسم و تظاهرات برگزار خواهیم کرد، ولی در حال میدونیم که این کافی نیست و در حال این صحبتهایی که شد و این موج و حملاتی که جمهوری اسلامی توی دور جدید با اهداف استراتژیک جدیدتری که در واقع در حد حتی حد فیزیکی فعالین چپ جنبش کارگری فعالین سوسیالیست جنبش کارگری هست با توجه به این شرایط موجود، تنها تظاهرات های بعد از اتفاقاتی که میفته و یا گرامی داشتا کافی نیست و صحبت کردیم که برای هر کدام ماها چه به عنوان جریانات هم که در همبستگی با جنبش کارگری کار میکنیم و یا به عنوان احزاب و سازمان های کمونیست ایرانی برای داریم فعالیت های خودمون میکنیم، ولی لازمه توی سطح شهر بتونیم یه مقداری استراتژی تر کار کنیم، به قول زبان های موقعی به سمت در واقع فایت بک بریم تا فقط به اصطلاح حالت های تدافعی داشته باشه این حرکت هایی که سطح شهر هست. و گفتیم یه دو سه هفته آینده احتمالاً از طریق حالا یا ایمیل یا از طرق دیگه جلسه رو خواستیم دعوت کنم از همه رفقای سطح شهر فعالین کارگری جریانات کمونیستی سطح شهر که مقدار بشینیم و تبادل نظر کنیم در مورد قدم های بعدی و گفتیم اینه اعلام بکنیم تو جلسه امروز که حتما از اون دعوت میکنه حتما شرکت کنیم تو ببینیم چه کارهایی میتونیم با هم بکنیم، چه کارهایی هر کدوم داریم انجام میدیم و حالا یه استراتژی بهتر در رابطه با اوضاع جدید داشته باشیم. نکته انانسمنت بعدی در واقع در رابطه با مراسم جشن سال نو که صندوق همبستگی با جنبش کارگری ایران سازمان داده، رفیق کوروش هم تو مسابقه خیلی به درستی بر سر حمایت‌های مالی تاکید کرد. همه ما می‌دونیم که چقدر حمایت‌های مالی به جنبش کارگری ایران، به جنبش مستقل کارگری ایران، بخصوص با توجه به شرایطی که رفیقمون هم توضیح داد که در واقع بنیان‌های مختلف سرمایه‌داری جریانات مختلف از سولید سنتر بگیر تا فریدام هاست بگیر تا همه اصلا جریان تا انگلیس و هلند و جایی دیگه با بودجه های میلیونی دارن تلاش میکنن جنبش های اجتماعی رو به بیراه بکشونن، تحت کنترل خودشون قرار بدن و همچنین در ازای جنبش کارگری اهمیت استقلال مالی جز به عنوان بخش از استقلال طبقاتی کارگری فوق العاده اهمیت خودش داره، در نتیجه این صندوق هایی که در کشورهای مختلف تشکیل شده میتونه به هر حال جزی از اون مبارزه عمومی‌تر باشه، مبارزه عمومی‌تر طبق کارگر علیه سرمایه‌داری باشه و از همتون خواهش میکنم از این حمایت کنید، هم عضو این صندوق بشید و هم توی مراسم شرکت کنید که شب پنجشنبه 31 دسامبر از 7 شب تا 2 بعد از نصف شب مراسمی است که در تورنهیل کامیونیتی سنتر برگزار میشه همراه با شام و موسیقی و اینا. فکر کنم هم رفیق اون پرید تیکت داره، هم رفیق اون فکر کنم یونو تیکت داره، اگه بتونید بخرید برای خیلی عالی میشه کمک کنید. جانم میشه بابک هم رفیق اون بابک هم هست در حال حتما از دعوت هم شرکت کنید توی مراسم و هم تونسی روز بشید. فکر کنم هم دوتا پیام بود دیگه، چیز پیام دیگه که نبودیم، پس حتما اگه بتونیم توی جلسه شرکت کنیم، جلسه احتمالا عمومی نخواهد بود ولی از سطح شهر همه رفقا دعوت میکنم توی جلسه که دو ساعت هم میخوام بذاریم شرکت کنم. خیلی ممنون، خسته نباشید. Thank you.
عزیز و خوشبیستی آره همیشه زندو که از نادری بخشنده نصر و باب و کورش که قیقه بدنگی را دهیم بخشنده و در همبستگی با جنبش کارگری ایران قدردانی می‌کنیم و بابت هر گونه کم و کاستی عذر می‌خواهیم. مبارزه طبقه کارگر ایران علیه سرمایه‌داری و رژیم اسلامیان با وجود تمام سرکوب‌ها و موانع عظیم ادامه دارد. در تقویت و پیشبرد این مبارزه و امر اتحاد و همبستگی طبقاتی در ایران و سطح بین المللی از هر گونه تلاشی کوتاهی نکنیم. زنده با طبقه کارگر و جنبش کارگری، سرنگون با جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری، زنده با سوسیالیسم. موفق باشید.